همونطور که خانم اجتماعی بیان فرمودن، موضوع بحث من در مورد مشورت به عنوان فلسفه عدالت است. مفهوم عدالت را میشه به یک شکل خیلی کلی به عنوان گذر از توحش به تمدن بررسی کرد، یعنی گذر از مرحله‌ای که در اون حق معادل با زور تلقی میشه و حرکت در جهت جامعه‌ای که در اون قانون، اون هم قانونی برابر میخواد حکومت کنه و در نتیجه زور و حق از همدیگه انفکاک پیدا میکنن. این مسئله هم در اندیشمندان شرق، در فلاسفه ایرانی و اسلامی و هم البته در اندیشمندان غرب از جمله اندیشمندان مدرن غربی مورد بحث قرار گرفته، مثلا تحت عنوان حرکت از وضع طبیعی، وضعیت طبیعی و حرکت به طرف جامعه مدنی یا سیاسی. بنابراین حرکت از توحش به تمدن به اعتبار مفهوم کلی عدالت است. منتها من خواستم قبل از شروع بحث این مطلب را بگم که اکثریت کسانی که از عدالت دفاع کردند، از دادگری دفاع کردند، در عمل اینها در عین دفاع از دادگری، در دفاع از ستم و جور و ظلم هم اقدام کردند و نظریه دادند. علت این مسئله اینه که مباحثی که در ارتباط با مسئله عدالت و عدالت اجتماعی به عنوان جامعه‌ای که عادلانه است، نه صرفاً در تعریف انگلیسی مدرن اون که به عنوان مفهوم سوسیال دموکراسی هست، بلکه عدالت اجتماعی به معنی مفهوم عام خودش، این مطلب در ارتباط با یک جامعه، با یک کشور مطرح میشه و ضرورت ایجاد قانون در داخل یک کشور که روابط بین آدم‌ها را کنترل کنه و نظم وجود بیاره و زورگویی را نفی کنه، این حرکت از توحش به تمدن در داخل کشورها مطرح میشه به عنوان اصل عدالت. اما در اکثر این نظریات ادامه توحش در سطح روابط بین المللی، در سطح رابطه کشورها و جوامع با یکدیگر، اون مورد سوال قرار نمیگیره. یعنی این مسئله که باید در سطح روابط بین کشورها هم اصل تنازع بقا خودش را تبدیل کنه به اصل حکومت قانون، قانون جهانی، قانون بین المللی که اونم دل بخواهی نباشه، هر کشوری دلش خواست قبول کنه اجرا کنه و هر کشوری که نخواست اجرا نکنه، وضعیتی که الان ما در دنیا داریم، بلکه حرکت در جهت ایجاد قانون تمدن نه تنها در داخل کشورها بلکه به خصوص و به علاوه در سطح روابط بین کشورها و جوامع، این مسئله است که یک مفهوم راستینی در ارتباط با مسئله عدالت اجتماعی را مطرح میکنه. قبول توحش در سطح روابط بین المللی در شرایطی که ما هرچه بیشتر در جهت یک جامعه جهانی حرکت میکنیم و آنگاه انحصار بحث عدالت اجتماعی در داخل عرصه کشورها و وطنها، البته بحثی نارسا هست در ارتباط با عدالت. در این خصوص البته استثناهایی بوده. از معدود استثناها دو ایرانی بودند، بهاءالله و عبدالبها. بهاءالله در دهه 1860، عبدالبها در رساله مدنیش در دهه 1870 در این مورد بحث کردند که تحقق عدالت اجتماعی در داخل هر کشوری مستلزم صلح، مستلزم ایجاد قانون، مستلزم حرکت در جهت خلع تسلیحات و امنیت انسانی، اجتماعی، عمومی، دست جمعی در جهان است. این از نبوغ‌های عبدالبها است در 1875 وقتی رساله مدنیه را تحریر میکنه و در مورد مسئله تمدن، مدنیت، جامعه مدنی، عدل در ایران صحبت میکنه. برخلاف تمامی دیگر نوشته های اندیشمندان ایرانی آن زمان،
به ناگاه تأکید میکنه که ایجاد صلح عمومی، خلع صلاح بین المللی، این از جمله شرایط اساسی و لازم برای ایجاد تمدن در داخل هر کشوری از جمله ایران هست، به علاوه چیزهای دیگری که لازم هست در ارتباط با سطح داخل مملکت. در این بحث من ابتدا مسئله عدالت رو در سطح فردی میخوام بحث کنم به عنوان یک مفهوم فرهنگی، به عنوان یک نگرش، و اونگاه مسئله عدالت رو در سطح ساختارهای اجتماعی، در سطح نهادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی میخوام مطرح کنم. این دوتا در ارتباط کاملا متقابل با همدیگه هستن، از هم هم انفکاک ناپذیرن، یعنی صرفا تأکید بر یک سیاستهای دولتی یا صرفا تأکید بر ارزش‌ها و اخلاق‌های فردی، هیچ کدوم از این دوتا به تنهایی نمیتونه برای رسیدن به دادگری کافی باشه. امیل دورکایم، یک جامعه شناس بسیار بزرگ، میگوید که دولت در حقیقت تبلور خودآگاهی فرهنگ مردم هست، و این خیلی اهمیت داره که من وقت فرصت برای بررسیش ندارم، اما موقعی که قانون‌ها و سیاست‌های دولت‌ها انعکاسی از ارزش‌ها و توافق‌ها و آرمان‌های مردم نباشه، بلکه جامعه تبدیل شده باشه به قطب‌های گوناگونی که در تضاد با هم دیگرن و هیچ هدفی ندارن جز اینکه گروه سیاسی دیگر را نفی کنن و ذلیل کنن و خار کنن، در چنین شرایطی سیاست‌های دولت قادر بر این نیست که بتونه به طور مؤثر در جهت بهبود جامعه کمک کنه. اینه که پیوند میان فرهنگ مردم و سیاست‌های دولت و اینکه سیاست‌های دولت انعکاسی باشه، تبلوری باشه از اون ارزش‌های فرهنگی مردم، و اینکه این ارزش‌های فرهنگی هم نهادینه بشه در سطح نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره، این همون چیزیست که عبدالبها بارها تحت عنوان که دولت و ملت اینا باید مثل شهد و شیر فکر کنم با هم پیوند داشته باشن، یکی از اصول اساسی برخورد به مسئله عدالت. در ارتباط با مسئله عدالت فردی من میخوام تقسیم بندی کنم دو نگرش را، یکی نگرش ظلم هست، یکی نگرش عدالت. در نگرش عدالت، اصولا عدالت در تحلیل نهایی به این معنی است که ما دیگری را به رسمیت بشناسیم. قبول دیگری، دیگر پذیری، این مفهوم اصلی و نهایی عدالت است. همیشه گفتن عدالت یعنی اینکه آنچه که بر دیگری، بر خود نمیپسندی، بر دیگری مپسند. این مطلبی است بسیار بسیار عمیق و انسانی. یعنی دیگری را هم مانند خودت انسان بدان، دیگری را هم بپذیر، نه اینکه دیگری صرفاً بخواد یک شی بشه، یک دشمن بشه، یک بیگانه بشه، یک ابزاری بشه برای تحقق خواسته های تو، که خواسته های دیگری مطرح نباید باشه، فقط خواسته های تو مطرح باشه. عدالت یعنی اینطور نگرشی، و عکس این نگرش البته نگرش بیمارگونه است که با واقعیت ها هم بیگانه است. اینکه واقعیت این است که ما همه در ارتباط متقابل و وابستگی های متقابل با هم هستیم. نگرشی که این را نمیبینه، دیگری را نمیپذیره، یعنی فاقد ارتباط با واقعیته. این نگرش بیمارگونه از نوع یا نارسیسیزم خودشیفتگی است و یا سادیسم دیگر آزاری، و معمولا این دوتا با هم هستن. در نگرش نارسیسیستیک فرد آنچنان در خودش فرو رفته که دیگری را نمیتونه ببینه. به عنوان مثال در جامعه ما اگر کسی به پیامبر اسلام توهین بکنه، تمام سازمان‌ها و افراد قیام میکنن، ناراحت میشن که چه اتفاق بدی افتاده و دست به خشونت میزنن برای نفی. اما همون افرادی که این کار را میکنن و واویلا و وادینا میگن، شب و روز مشغول توهین فحاشی به هزار شکل مختلف علیه پیامبر بهایی هستند و پیامبران دیگر. این مسئله که این افراد حتی نمیتونن بفهمن این تضاد را،
این دو تا میزان را داشتن، این تعارض منطقی را بیانگر اینه که چقدر اینها از واقعیت بدورن، چقدر در خودشون فرو رفتن، در کام خودشون و چه خودشیفتگی چه حد اصل داره. خودشیفتگی همیشه منجر میشه اینکه ما به یک میزان با افراد رفتار نمی کنیم. و البته سادیسم به این معنی است که دیگری را به حد شی متنظر می کنیم. وقتی فروید هم از اگریشن، از پرخاشگری، از غریزه مرگ سخن میگوید، فروید میگوید که پرخاشگری میلی است که انسان داره که از خودآگاهی، از هوشیاری، از کانشسنس حرکت کنه به طرف طبیعت. چون مرگ و پرخاشگری یعنی از میان بردن هوشیاری و تبدیل انسان، بر بازگشت انسان به حیطه طبیعت، یک شی شدن. سادیسم، دیگر آزاری، کارش این است که دیگری را به عنوان انسان نمیتواند بپذیرد، دیگر پذیری نمیتونه بکنه. حالا نتیجه منطقی این تفکیک شکل‌های خیلی مشخصی داره که من بدون تفصیل به یک دو تا از اونها، به چند تا از اونها اشاره می‌کنم. اندیشه و نگرش عدالت اندیشه ایست انسانگرا. اندیشه ظلم اندیشه ایست زنستیز. اندیشه عدالت اندیشه ایست که بر اصل مشورت تأکید می‌کنه. زبان میشه زبان مشورت و مکالمه. اندیشه بیدادگری اندیشه ایست که در اون زبان به شکل تحکم، به شکل منطق تقلید و فتوا در میاد. آدم ها کسانی نیستن که مشغول باشن با هم در مکالمه یا مشاوره، بلکه آدم ها تبدیل میشن به عوام کل انعام، یعنی عوامی که حیوان هستن. اصلا این نقطه نظر رسمی فقها هست که عوام حیوان هستن، انسان نیستن، و در نتیجه فقیه باید بر اینها تحکیم کنه و فرمان بده و سرنوشت این را تعیین کنه. کار اونها صرفا هست تقلید. در نگرش عدالت تنوع امری زیبا و مبنایی است برای کمال. دیدن تنوع، دیدن دگرباشی، دیدن دگراندیشی، حضور اون در جامعه فرد را خوشحال میکنه، چون زیبا تلقی میشه. در اندیشه بیدادگری و ظلم تنوع پدیداری کثیف و زشت تلقی میشه. در اندیشه فرد احساس ناایمنی روانی میکنه و تمام وجودش بسیج میشه که به هر شکلی برگرده به امنیت روانی، و اون نفی و سرکوب خشونت آمیز هر نوع تنوع هست. در منطق عدالت، در نگرش عدالت، خدا و دین وسیله میشه برای توجیه سرکوب، برای توجیه خشونت، برای توجیه این که انسانها منحط بشن به حد اشیا. دین میشه وسیله نفرت پردازی و نفرت پروری. در تو اندیشه عدالت، خدا و دین بالعکس میشه انعکاس و اثبات اصل حقوق بشر، اصل تقدس همه انسان ها، و بنابراین کنترل کردن این جنبه های پرخاشگرانه، متعصبانه، متعصبگرای آدم ها. به خاطر کوتاهی بحث این مطلب رو من دنبال نمی کنم، اما شما می‌بینید دو تا نگرش کاملا مخالف با همدیگه هست که همونطور که بحث‌های گوناگون شده، نظام به عنوان مثال آموزش و پرورش، همونطور که دوست فاضلم بیان کرد، در ایران متاسفانه تشویق و نهادینه ساختن اون نوع نگرش است، نظام بیدادگری یا نظام تفرقه افکنی، همونطور که سرکار خانم مهرانگیز کار مطرح کردن. حالا قدری در مورد مسئله عدالت در ارتباط با ساختار اجتماعی و مسائل اجتماعی میخوام صحبت کنم. در ابتدا اجازه بدید که به اشاره بکنم به چهار مدل کلی از عدالت. به شکل‌های این بحث‌ها در صبح هم مطرح شده، ولی
خیلی مختصر من اشاره خواهم کرد. یک نظریه کلی در مورد عدالت مکتب انتفاع هست، نفت‌گرایی یا یوتیلیتریانیسم. یوتیلیتریانیسم مکتب انتفاع به این عقیده هست که یک جامعه عادلانه است که سیاست‌ها در داخل این جامعه همیشه منجر بشه به حد اکثر شادی در جامعه. حد اکثر ساختن شادمانی در جامعه میشه عدالت. این نظریه البته جنبه‌های مثبت زیاد داره، ولی یک نظریه کامل نمیتونه باشه به دلایل گوناگون، از جمله این دلیل خیلی ساده که شما اگر در یک جامعه داشته باشید، جامعه‌ای داشته باشید که اکثریت ناشکیبا باشن، نابردبار باشن، نجات پرست باشن، نابردباری و خشونت مذهبی داشته باشن نسبت به یک اقلیت، در نتیجه تبعیض علیه اقلیت در این جامعه، نفی انسانیت اینها چیزیست که برای اون اقلیت ناراحتی به وجود میاره، شادشون نمی کنه. اما برای اکثریت به خاطر خوی متعصبانه شون شادمانی به بار میاره و بنابراین در مجموع وجود تبعیض میزان شادمانی که وجود میاره بیشتر از میزان ناخرسندی و بنابراین از نقطه نظر مکتب انتفاع یک اینطور تبعیضی میتونه عادلانه تلقی بشه در برخی شرایط، که البته درست نیست. نظریه دیگری نظریه تساوی کامل هست که کمونیسم از انواع این نظریه هست ولی شکل‌های گوناگون داره. در این نظریه عدالت بر اساس نتایج مطرح میشه، یعنی اینکه نتیجه در ارتباطات با مسائل اجتماعی اینها آخرش نتیجه باید یکی باشه و اون برابری همگان در همه چیز. این نظریه باز عناصر مثبتی داره ولی عناصر منفی هم زیاد داره. اولا با اصل ابتدایی عدالت، یعنی ارتباط میان کار و پاداش، در تناقض است. خصوصیت مشترکی که هم نظام استثمار و تبعیض داره و هم نظام تساوی مطلق داره اینه که در هر دو میان کار آدم‌ها، شایستگیشون، لیاقتشون و پاداشی که می‌بینن پیوندی نیست، ارتباطی نیست، که خود این البته نفی عادلانه بودن چنین نظام است. اشکال دیگرش این هست که البته وقتی ارتباط و پیوندی بین این دوتا نبود، در نتیجه تشویق آدم‌ها به اینکه خودشون را بهتر بکنن، پیشرفت کنن، خلاق‌تر بشن، این تضعیف میشه در جامعه. ولی از همه اینها مهمتر اشکال اصلی برابری مطلق اینه که اگر ما بخواهیم برابری مطلق را در جامعه به وجود بیاریم، نتیجهش اینه که باید جامعه، یعنی در آخر دولت، جزئیات زندگی جامعه و مردم را کنترل کنه. برای اینکه هر چیز را اگر دولت و جامعه بخواد بگذاره که آزادی درش بخواد مطرح باشه، نابرابری ها شروع میکنن به شکل های مطرح شدن. اگر عدالت صرفا بر اساس تساوی مطلق مطرح میشه، یعنی نفی همه آزادی های فردی، دخالت و کنترل و تنظیم همه اتفاق ها توسط دولت، یعنی یک نظام تمامیتگراست و البته از عناصر اصلی مفهوم آزادی، آزادی های فردی و انسانی است. انسان به عنوان انسان باید آزادی هم داشته باشه. دو نظریه دیگه وجود داره که این دو نظریه هر دو نوع نظریه قرارداد اجتماعی است. نظریه قرارداد اجتماعی به طور کلی مبتنی بر این هست که ما با حرکت از وضعیت طبیعی که در اون زور و خشونت حاکم هست و عبور به مرحله قانون به عدالت میتونیم برسیم، موقعی که اون چه که تعیین میکنه روابط بین آدم‌ها رو قرارداد باشه. در صحنه اقتصادی یک رابطه بین دو نفر یا دو گروه موقعی مشروع هست که این مبتنی باشه بر توافق طرفین، هر دو طرف و توافق کنن، یعنی قرارداد باشه. نمیتونید یکی رو به بردگی بکشید، نمیتونید یکی را مجبور کنید.
که این میشه آزادی اقتصادی و نظام بازار، اون چرا که مارکس تعریف کرد به عنوان نظام دستمزد آزاد، و تاکیدش روی آزاد هم روی همین مسئله بوده، یعنی قراردادی که حاکم میشه. در سطح سیاسی مفهوم قرارداد اجتماعی به این معنی میشه که ما دموکراسی سیاسی داریم و در مسائلی که سیاسی هست، یعنی مربوط میشه به همه، همگان شرکت کنن، همگان رضایت داشته باشن، همگان جزئی باشن از این قرارداد، یعنی تصمیم گیری سیاسی توسط همه مردم انجام بشه، یعنی بشه دموکراسی سیاسی. منتها در ورای این مفهوم کلی قرارداد اجتماعی دو گروه با هم اختلاف پیدا میکنن. یک دسته تاکید را میذارن روی آزادی اقتصادی. عدالت در تحلیل نهایی اینه که ما آزادی اقتصادی، آزادی فردی را در بازار حفظ کنیم. و چنین نظریه همیشه میاد آزادی سیاسی را ثانویه میدونه، حتی محدودیت‌های درش به وجود میاره. جان استوارت میل یا هربرت اسپنسر هر دو معتقد بودن برای اینکه آزادی اقتصادی حفظ بشه لازمه که سوسیالیسم تحقق پیدا نکنه، چون اون میشه نفی آزادی‌های اقتصادی، آزادی‌های فردی اقتصادی. و در ارتباط با اون گفتن که بنابراین همه نباید حق مساوی داشته باشن، اونایی که تحصیل کردن باید حقشون بیشتر باشه از اونایی که تحصیل نکردن. یعنی دموکراسی سیاسی محدود میشه تا حدی حتی نفع میشه برای حفظ دموکراسی آزادی اقتصادی. لیبرتریان ها، اونهایی که خیلی طرفدار آزادی افراطی اقتصادی هستن، تاکیدشون به اینه، میخوان فرد را نجات بدن. عدالت در اینها اینه که ما فرد را حمایت کنیم، حفظ کنیم از زورگویی دولت. معنای اصلی عدالت اینه در این نظری. گروه دیگر که گروه های مختلف هستن، ولی برنامه های سیاست های رفاهی، سوسیال دموکراسی و غیره از جمله شکل های مهم اونها هست، تأکید رو میذارن روی دموکراسی سیاسی، آزادی سیاسی. و با این تأکید هدف از این دموکراسی سیاسی را محدود کردن نابرابری هایی میبینند که توسط بازار و توسط آزادی اقتصادی به وجود میاد. یعنی آزادی اقتصادی نابرابری های افراطی به وجود میاره. حالا وظیفه دموکراسی سیاسی اینه که با ایجاد قوانین گوناگون جبران کنه اینا را، حداقل فرصت‌های مساوی به وجود بیاره، یا برخی از نیازها را در جامعه برای همگان اجرا کنه، نیازهایی که توسط منطق بازار قابل قبول و عملی نیست. نظریه عدالت اجتماعی دو تا مسئله باهاش مواجه هست، هر دو شکل نظریه قرارداد اجتماعی. اولین مسئله این است که در نظریات قرارداد اجتماعی فرض این است که انسان ها موجودی هستند خودخواه، انسان ها موجودی هستند عقلانی و خردمند، ولی خردمندی به این معنی است که اینا همیشه دنبال منافع خودشون میگردن. وقتی ما داریم قرارداد اجتماعی میبندیم که چه نوع جامعه‌ای درست کنیم، از وضعیت طبیعی خارج بشیم، فرض این است که هر کدوم از ما دنبال منافع خودمونیم و رأی که میدیم رأی است که بر اساس این تعیین میشه که خب چی به نفع منه. رالز مثلا فرضش همینه، منتها چون میخواست به نتیجه دیگری برسه اومد گفت اضافه کنیم این فرض رو که کسایی که میان تصمیم گیری میکنن در قرارداد اجتماعی هیچ کدوم نمیدونن وضعشون چیه، نمیدونن مردن، زنن، فقیرن، ثروتمندن، مسلمانن، مسیحی، هیچ نمیدونن اینا رو. چون نمیدونن خودخواهن، دنبال منافع خودشونن ولی نمیدونن منافعشون چیه، ناچار هستن که دنبال منافع همگان رأی بدن. و مفهوم عدالت رو میخواد اینجوری به وجود بیاره. اما فرضش باز اینه. اما وقتی فرض شما این بود که آدم ها خودخواه هستن، اون مفهوم عدالتی که شما میخواد به وجود بیارید که مبتنی هست بر دیگر دوست بودن و نوع دوست بودن انسان ها، چه فایده ای داره؟ بعد این تو با هم، یعنی یه چیز خیالی میشه صرفا، که صرفا به زور قانون شاید بهش عمل، جامعه عمل پوشید، ولی باز توسط انسان ها
فرهنگ انسان‌ها و آدم‌ها همش داره تخته‌ای میشه، چون آدم‌ها اصولاً موجوداتی هستن خودخواه و خودپرست. مسئله دوم در ارتباط با قرارداد اجتماعی یه نکته ظریفی است که میخوام عرض کنم، به این معنی که قراردادهای اجتماعی از جمله قراردادهای دموکراتیک، اینا صرفاً نباید تعریف بشن آنچنان که در کتابهای فلسفه سیاسی تا الان تعریف شدن، یعنی صرفاً جوری که جان لاک صحبت میکنه و تا حدی هم هابز صحبت میکنه و کانت صحبت میکنه و غیره، این یه قسمت از اون هست. ولی یک اندیشه بسیار بسیار مهمی که مبنایی هست برای قراردادهای اجتماعی و قراردادهای اجتماعی عملی ما در دنیا تا حد زیادی قابل تبیین هست توسط این نظریه، نظریه فروید هست. فروید یک داستان خیالی پرداخته برای اینکه بگه تمدن چجوری به وجود اومده. آغاز این تمدن بر این بوده که پسرها اینا میان با هم تبانی میکنن، قراردادی میبندن برای اینکه پدرشون رو بکشن، به درنچه مادرشون رو تصاحب کنن. شما هم مفهوم مردسالاری اینجا دارید، هم مفهوم جنایت. قرارداد اجتماعی از نظر فروید اون چی که پیشفرض تمدن میشه، قرارداد و میثاقی است که به طور جمعی بسته میشه برای جنایت. جنایت هست که پیوند میده این آدم ها رو به هم دیگه. محتوای قرارداد اجتماعی این قتل و جنایت اولیه‌ای که انجام میشه. داستانی که فروید در این مورد میگه البته یک افسانه است و اهمیتی نداره، اما این نظریه رو باید خیلی جدی گرفت، برای اینکه هر نوع قرارداد اجتماعی که مبتنی باشه بر پیشبرد اهداف و منافع یک گروه به خصوص اما به قیمت تبعیض و سرکوب گروه های دیگه، آدم های دیگه، منحط کردن آدم های دیگه به حد شیء، میخواد این افراد کشورهای دیگه باشن، میخوان این افراد اقلیت های مذهبی باشن، میخواد این افراد زنها باشن، هر کی میخواد باشه، قرارداد اجتماعی که جنبه عمومی نداشت، راستین عمومی نداشت و به طور حتی دموکراتیک دست جمعی بسته میشه، منتها اون چی که وحدت و پیوند میده اصل جنایت هست. قانون اساسی که نوشته میشه و پیوند و وحدت ایجاد میکنه، اما این وحدت وحدتی است در نوعی از جنایت. این قانون اساسی، این قرارداد اجتماعی، این دموکراسی، دموکراسی فرویدی است، نه دموکراسی از نوع کانت و لاک. مسئله قرارداد اجتماعی، مسئله عدالت اینه که ما بتونیم قرارداد اجتماعی به وجود بیاریم مبتنی بر دموکراسی، مبتنی بر همبستگی، مبتنی بر وحدت، مبتنی بر تعاون، اما تعاون و وحدتی که عمومی است نه خصوصی، نه نفی دیگرانه. اشکال ظلم در دنیا در طول تاریخ این نبوده که ما عشق نمی‌ورزیدیم. علت اصل ایجاد جنگ در دنیا این نیست که ما نفرت داریم و عشق نمی‌ورزیم. اصلا اینطور نیست. اگر اینطور بود که حل مسئله جنگ آسون بود. جنگ به این علت اتفاق می‌افته. بی‌عدالتی در اکثر موارد به این علت اتفاق می‌افته که ما عشق می‌ورزیم. حتی حاضریم جون خودمون رو فدا کنیم برای این دین به خصوص، برای این نژاد به خصوص، برای این ایدئولوژی به خصوص، حتی برای این کشور به خصوص. عشق داریم، اما عشق ما خصوصی است. عشقی است که دوست داشتن این کشور به معنای نفرت و تبعیض علیه کشورهای دیگه است. دوست داشتن خدا در متن یک اینطور تعریف مذهبی به معنی نفع دیگرانه. زبان ما میشه زبان صرفا تفکیک های مثل کافر و مرتد و نمیدونم مؤمن و مشرک، و زبان میشه زبان خشونت، زبان میشه زبان بیگانه سازی.
این است که عدالت به معنای راستین خودش در شکل دموکراسی و غیره بالمعال مستلزم ایجاد این مفهوم عمومیت هست. سخنی که عبدالبها گفت و تعبیری جدید از دین داد. بهاءالله گفت که اگر دین باید دین سبب اختلاف و نفاق و دشمنی بشه بهتره بی دین باشیم. خیلی عجیبه که یک کسی که میاد دیانتی به وجود میاره، یکی از احکام اصلیش، تعالیم آزمون‌های اصلیش اینه که بهتره بی دین باشید، بهتره به خدا عقیده نداشته باشید، بهتره دینی به شعارش توجه نکنه اگر که این میخواد باعث توجیه نفرت و خشونت و تبعیض بشه. به همین علت عبدالبها بارها و بارها اینو در نوشتاش بیان میکنه، هر امر عمومی الهی است. اینکه مفهوم الهی و روحانی و رحمانی و اینا چیه تعبیر جدید میشه. هر چیزی که عمومی است در جهت منافع همگان هست. در ارتباط با این مسائل هست که من میخوام صحبت کنم خیلی خیلی مختصر، حالا از یک نظریه نوینی در ارتباط با عدالت، و اون نظریه است که در متن اون، در بطن اون، در مرکز اون اصل مشورت میخواد مطرح بشه. این نظریه رو به حالا باز یک ایرانی مطرح کرده. در نوشته‌های خودش بیان میکنه که اساس سیاست حکمت الهی است. این بیان به حالا است. و اون وقت توضیح میده که حالا این حکمت که اساس سیاست، سیاست و جامعه باید بر اساس این حکمت باشه، این حکمت رو توضیح میده. بیان میکنه که آسمان حکمت الهی به دو نیه روشن و منیر، مشورت و شفقت. نظام اجتماعی و سیاسی باید مبتنی باشه بر مشورت و شفقت. بلافاصله اضافه میکنه به حالا و خیمه نظم عالم به دو ستون قائم و برپا، مجازات و مکافات. مجازات و مکافات یعنی که پاداشی که شما میبینید در ارتباط باشه با کاری که میکنید، با شایستگی شما، با لیاقت شما، دیزرت. این عدالت هست به شرطی که در متن یه ساختار سیاسی هست که این ساختار سیاسی مبتنی است بر مشورت و شفقت. ترکیب اینها، مشورت، شفقت، شفقت توجه میکنه به نیازهای انسان ها، دوست داره دیگران را، صرفا در فکر منافع خودش نیست. مشورتی که همراه هست با شفقت و در این حال ارتباط میان کار و پاداش را هم مورد رعایت قرار میده، اما در اون چارچوب، این میشه مفهومی از عدالت. مشورت را به حالا یک تعبیر جدیدی کرد. سه تا خصوصیت، حداقل سه تا خصوصیت کلی داره این مفهوم مشورت. اول اینکه در آثار به حالا مشورت به معنی دموکراسی سیاسی است. بارها به حالا در نوشته‌های خودش از حکومت مشروطه پارلمانی دفاع کرده، از دموکراسی. ولی هر گاه که این کارو میکنه، بیانی که به حالا مطرح میکنه اینه که در این نظام به نور مشورت مزین است، به نور مشورت یا زمام مشاوره به دست امت داده شده، به شکل‌های مختلف مطرح میشه. اما مشورت یعنی نظام دموکراتیک، نه اینکه فقط چهار تا افراد خودشون تعیین کردن رهبران یک گروه هستن بشینن با هم حرف بزنن. مشورت از نقطه نظر بهاءالله پیشفرضش دموکراسی سیاسی است. دوم اینکه مشورت باید شامل همه باشه. همگان باید در این مشورت شرکت کنند در تعیین این سرنوشت. الهی باشه. برای همین است که بهائی‌ها خیلی از اوقات صحبت از میثاق میکنن. میثاق همون قرارداد اجتماعی است، ولی قرارداد اجتماعی هم که خدا هم درش حضور داره. اما خدا حضور داره نه به معنی که دین و سیاست یکی بشن. عکس اینه. دین و سیاست همیشه به معنی نفی مشورتی اگه یکی بشن. چون با خدا که نمیشه مشورت کرد. خدا اگه فرعون باشه یا نماینده خدا یا هر چیز دیگه، اینا دیگه هر چی بگم با همه گوش بدن، مشورتی مطرح نیست. تحقق مشورت پیشفرض اصلیش جدایی دین از سیاست است. اما خدا باید در این مشورت شرکت کنه. به چه معنی؟ هر امر عمومی الهی است. یعنی موقعی که مشورت
همگان را در بر میگیره، تبعیض نمیکنه، نفع نمیکنه این گروه. این مشورت، مشورت الهی است. خصوصیت سوم این مشورت اینه که نه تنها همه در این شرکت میکنن، بلکه همه که در این شرکت میکنن صرفا دنبال منافع شخصی و خصوصی خودشون نیستن در این مشورت. این فرق اساسی هست با مفهومی که از دموکراسی ما داریم الان در دنیا. و حالا بارها و بارها این انقدر تکرار شده در عصر بهاءالله که مشکل هست که فقط یک مثال به خصوص داد. همواره بیان میکنه که مشورت باید هدفش این باشه که آدمهایی که دارن مشورت میکنن بخوان، نیتشون باشه که بخوان به منافع تمام نوع بشر خدمت کنند. هدفش نه پیش برده منافع خودشون یا حزب سیاسی خودشون یا گروه مذهبی خودشون یا کشور خودشون باشه، بلکه هدفشون پیش برده منافع نوع بشر باشه. یعنی عشق به همگان و اینکه شما در این دیگر پذیری احساس میکنید که دیگری در وجود خود شماست و خود شما جزی از دیگران هستید. این وحدت راستینی که ما رو به پیوند میده که صرفا مسئله اخلاقی نیست، واقعیتی است، هم اجتماعی و هم کیهانی، ارتباط متقابل همه هستی. چنین نگرشی تعریف میکنه مفهوم مشورت رو. بنابراین شفقت اصلا در داخل مفهوم مشورته. یعنی شما توجه، چون دوست داری دیگران هم منافع اونها رو هم میخواد تحقق پیدا کنه. ببینید این راه حل جدیدی است از مسئله کانفلیکت رزولوشن، رفع اختلاف. کانفلیکت رزولوشن، رفع اختلاف در دنیا تا الان یعنی که من میزنم و دیگری رو نابودش میکنم، اینجوری اختلاف حل میشه. یا اینکه انقدر خشونت میکنم که این مستحصل بشه و مجبور بشه تن بده به یک سازشی که در حالت عادی هرگز چنین کاری نخواهد کرد. اصولا رفع اختلاف به معنی انحطاط هم دیگری و هم خودم به حد شیء هست. یعنی خودم من میشم یک گرگ و دیگری رو هم به عنوان یک موجودی که خواستش مطرح نیست. مدل جدیدی که به حالا از مفهوم رفع اختلاف میده اینه که ما وقتی اختلاف داریم باید بیایم و قبل از هر چیز همدیگر رو به عنوان انسان ببینیم. دیگر پذیر باشیم به این معنی که نه تنها منافع من مشروعیت داره، منافع این هم، حتی کسی که من فکر میکنم با من اختلاف داره، اون هم انسانه و منافعش باید مطرح باشه. اگر آدم ها با یک اینطور نگرشی بخوان دست به مشورت بزنن، شما ببینید دنیای ما چه دنیایی خواهد بود. دنیای مشورت دنیای تسلیحات نیست. یکی از بیانات بهاءالله این هست، بیانی است که بارها به شکل‌های مختلف در آثار ایشان مطرح میشه. عدل جندی است اقوا، عدل بزرگترین قوی ترین لشکره. عدل جندی است اقوا، اوست در مقام اول و رتبه اولا فاتح افئده و قلوب. خصوصیت عدل اینه که دلهای مردم را تسخیر میکنه. جامعه عادلانه از روی همین تعریف میشه. یعنی در جامعه عادلانه دولت از مردم نمیترسه، مردم هستن که جامعه و نهادها رو دوست دارن و سپاس میذارن. برای همین در جامعه عادلانه دولت تشویق میکنه مشورت در جامعه رو. یکی از شکل‌های مهم این مسئله مشورت و نهادینه شدنش در سطح فرد و دولت هست. این به شکل سازمان‌های میانه، سازمان‌های خصوصی، سازمان‌های داوطلبانه، voluntary association یا secondary association، intermediate association و غیره، اسمای مختلف داره. اینا سازمان‌های مختلف هست که جامعه مدنی رو می‌سازن. جامعه مدنی ایجاد پیوند و ارتباط و تفاهم میکنه بین افراد و دولت، منتها باید مستقل باشن از دولت. در جامعه عادلانه دولت از تشکل مردم و سازمانهای خصوصی و میانه حراسی نداره، چون عدل بزرگترین لشکره. عدل هست که حفظ میکنه جامعه را و نظام را. در نظام ظلم هست که عکسشه. دولت از تنها چیزی که حراس اصلی داره مردمه. از تنها چیزی که می حراسه اینه که مردم بتونن متشکل بشن،
سازمان‌های گوناگون به وجود بیان مستقل از دولت. در ایران ما الان در حقیقت یک سازمان متشکل وجود داره و اون سپاه هست. اقتصاد ایران را سپاه کنترل میکنه و سپاه از اون اول به وجود اومد به این هدف که مانع اصلی بشه از تشکل سازمان‌های جامعه مدنی. ممانعت از ایجاد جامعه مدنی هدف اصلی یک اینطور مفهومی بوده است. در پایان میخوام یک نکته کوچیک را مطرح کنم در ارتباط با بحثایی که داشتیم و اون این است که دموکراسی و مشورت پیشفرضش قبول انسان‌ها به عنوان انسان و حقوق کلیشون هست. به همین علت خود مفهوم مشورت مستلزم این است که در هر چیزی نمیشه مشورت کرد. بعضی مسائل هستن که باید خارج بشن از حیطه مشورت سیاسی و اجتماعی. دو تا مثال میزنم وقتی این بحثا میشه، معمولا دو تا مثال زده میشه چون خیلی واضحه. مثال اول این که در مورد اینکه آدما چجور لباس بپوشن، دولت و جامعه حق مداخله در این مورد نداره. میخواد دموکراتیک باشه یا غیر دموکراتیک باشه، تصمیم گیری در مورد اینکه ما قانون وضع کنیم که آدما باید اینطور لباس بپوشن، ریش داشته باشن یا نداشته باشن، چادر سرشون بکنن یا نکنن، نمیدونم پیرهنشون آستین داشته باشه، رنگش سرخ باشه، سفید باشه، اینا اینا مسئله شخصی به افراد مربوطه. هر گونه دخالتی در این مورد میخواد دموکراتیک انجام بشه، این قانونگذاری یا غیره، این نفی مطلق آزادی است. نوع دیگر، مثال دیگه، مذهب هست. این موضوع که آیا من اعتقاد به خدا داشته باشم یا نداشته باشم، اگر اعتقاد به خدا دارم به دین اعتقاد داشته باشم یا نداشته باشم، چگونه بخوام نیایش کنم خدا را و دین را، چه اعتقادی چه باوری داشته باشم، این مسئله شخصی است، به اعتقاد من مربوطه. این ربطی نداره به دولت و جامعه. اینکه جامعه بیاد همگی با هم رأی بدن که تصمیم میگیرن که نادر بعد دینش این باشه یا اون باشه، این از بیدادگری بارها فراتر رفته. حق این که جامعه یا دولت بیاد قانون گذاری کنه، دخالت کنه در اعتقاد مذهبی مردم نداره. اینا دو تا مثاله، اینقدر واضحه که همیشه در اینطور بحثای این مثالا رو میزنن. جالبه که در مملکت ما در 30 سال اخیر تمام هم و غم اصلی سیاست در ایران مبتنی به این دو مسئله بوده، یعنی کنترل این که آدم ها چطور لباس بپوشن نپوشن و اینکه کنترل بشه که آدم ها چه اعتقادی مذهبی داشته باشن یا نداشته باشن و تبعیض بین اونها به وسیله دولت و ثروت هنگفت نفت، که اون هم بحث دیگری است که چه نتایجی داره در ارتباط با مسئله عدالت، ابزاری میشه برای نفع این حقوق‌های اولیه. به امید اینکه به جای بیدادگری ما به طرف فرهنگ مشورت و شفقت حرکت کنیم.